قرار نبود اینطور باشه. قرار بود تو سالن عقد باشه. من نمیدونم چه چیزی بود، چه بلایی بود که به این صورت سر ما اومد. و بعد اینکه واقعا چیزای حالا این در غم یه طرف حرفایی که آدم میشنمه غم آدم رو بیشتر میکنه، جیگر آدم رو بیشتر میسوزونه. حرفایی که این آقای معاون رئیس جمهور، من نمیدونم این آقای رئیس جمهور چطور این آقا رو اجازه میده این حرفا رو بزنه که بگه من رجز خونی رو نمیدونم راننده میتونه 13 کیلومتر را رفته با اون ماشین، راننده ماهریه، این ماشین نمیدونم ویاپی بوده، آقای رئیس جمهور رو جابجا کرده، از این حرفا بزنه، من با چی باید عذرخواهی بکنم؟ تنها کسی که نه عذرخواهی کرد نه تسلیت گفت همین آقا بود، در صورتی که این آقا مسئول بود که دعوت کرده. و طبق اون چیزی که ماشین دیدیم در اون 4-5 نفر باشن، یهو شدن 22-23 نفر. بعد من نمیدونم 4 تا ون اجاره کردن هزینه‌اش چقدر میشه مگه که یه اتوبوس رو برداشتن آوردن. حالا من اون راننده بنده خدام تقصیری نداره، چون من خودم هم ماشین دارم، یهو میگم تو این شرایط واقعا لوازم گرونه، بودجهش نمیرسه به لوازم خوب بخره. من نمیدونم واقعا اون آقا چجوری به خودش اجازه میده اینقدر با قدرت و با نفوذ صحبت بکنه که یعنی من همینه که هست و تمام دنیا اون فهمیدن. من هم به نوبه خودم دارم واقعا ازتون هم عوض میکنم اگر دونه داشته واقعا هم جایی چیزی بیر خب سوزنا کرارم شما باید ببخشید. اگر اینکه جونه یه بچه از بین بره یعنی ببخشی ما به این راحتی؟ یه آدم یه کار اشتباهی رو انجام میده میگه بله ببخشید، ولی جون بچه ما رفته، ما میتونیم قبول کنیم که شما بفهمید ما ببخشید؟ من نمیخوام متاسفانه بیشرمی و بیحیایی داده به جای مسئولیت پذیری فرهنگ غالب یه بخشی از مدیریت کشور میشه. از وزارت بهداشت شما بگیرید تا استانداری آذربایجان تا فرمانداری نبرده، من پنجشنبه شخصا رفتم رو به جسد تحویل گرفتم و خوردم تنخواه و تمام برخوردار از امام جمعه تا بقیه دیدم. از همون شب اولی که من تحت فشار گذاشتن تا پدر محشاد نگهد با جسد تحویل نمیدیم که رضایت بده که ما شکایتی نکنیم، که من زیر بارش نرفتم با کمک های مرتبیان و دوستان دین نیابت قضایی گرفتیم از دادستانی اونجا جدا کردیم. مسئله ای که هست جناب روی، ما راضی نیستیم به یک تسلیت شما و یک عذرخواهی و دلجویی شما، ما پیگیری میخواییم و نخواهیم بخشید و نخواهیم گذاشت. ببینید ما از شما برکناری آقای کلانتری رو نمیخواییم، چون میره، شما هم میرید، همه میرید، چند ماه دیگه، چند روز دیگه، مسخر است ما بگیم ایشون رو چیز کنید، برکنار بکنید، فرض و محال که شما این کارم بکنید به جای 3 ماه میخواد یه ماه خدمت کنید تمام شده، این به درد ما نمیخواد. اولا شما از جانب خودتون و دولت عذرخواهی کردید بابت رفتارهای کلانتری، ما میخوایم شما عذرخواهی بکنید ولی علنی، همونطور که ایشون علنی توهین کرد. این یک. ایشون هم علنی دوستخواهی کنه از همه. من توقعی از آقای کلانتری ندارم، با توجه به سابقه ای که هم از وزارت کشاورزی ایشون داریم، هم از سازمان جنگل های ایشون داریم، هم از چیز من خبرنگار بودم آقای ربیعی. آقای سالی، ما از شما انتظار داریم یه آیین‌نامه تشکیل به وجود بیاد، یک اصولی وجود داشته باشه برای ماموریت خبرنگاره که یه خبرنگار بدونه وقتی میخواد بره ماموریت چه چیزایی چک لیست داشته باشه، از سلامت و ایمنی خودش مطمئن باشه، حقوق خودش رو بدونه کجاستین. ما به شکل سنفین رو پیگیری خواهیم کرد و انتظار داریم شما از حرکت سنفین ما دفاع بکنید. جناب وزیر، ما انتظار داریم شما با جرأت از این حرکت سنفین دفاع بکنید، نه جلوش موضوع بدید. جناب ربیعی و شما های مرتجای به عنوانی پیش کسبت که تو این حوزه هستید، محشاد رفت، ولی چیزی که مسلم و من به شما قول میدم، من از 4400 غمگین‌ترین، داغدارترین و پیگیرترین خبرنگار این کشور خواهم بود و تا به نتیجه نرسه این مطالبات که داریم در برایش صحبت میکنیم پیش خواهم رفت.
و چیزی برای دست دادن ندارم این وسط. و لطفاً دولت رفتار فرماندار، رفتار آقای کلانتری رو جبران بکنه به شکل علنی. این حداقل خواست ماست که ما خواهیم داشت ازتون. برکناری نمیخوایم، استعفا نمیخوایم، فقط و فقط معذرت خواهی علنی میخوایم. آقای کلانتری هم واقعا نمیفهمم، بارها با مرشد مصاحبه چشم تو چشم انفرادی داشت، این حرفا رو چطوری میتونه بزنه من نمیفهمم، این بصابت قلب از کجا میاد؟ من واقعا درک نمیکنم. که من گفتم ببخشید داره اینکه روح این رو رفته دارد، نه اینکه پیگیری نکنیدون، اینا خودتون آرامش خودتون، آرامش رو بنام، در واقع مادرتون کرد، اصلا بگیرم دل مادرتون، اگر نه این حرفی هم شما میگونید، از آنه هم در بیرمان تو خرمایی داشتم، اصفایی کردم، فرمان رکسی این کار رو کنید کرد. من سه شنبه در برنامه زنده تلویزیون این کار رو کنم. از قول آقای کلانتری؟ ما قول شما رو کاری نداریم آقای ربیعی، ما از طرف یکی از معاونین آقای رئیس جمهور بی حرمتی شنیدیم. این خانواده به نام دولت من سه شنبه در سخنگوی خودم مطلبی داشتم. من واقعا آقای ربیعی همیقا گفتم شما لطف دارید، ولی من از آقای روحانی انتظار ندارم که نتونه یه معاونش بیاره رسما عذرخواهی بکنه از همه مردم. از صمیم دل با من خسته دارم. بعد میتونی اگر درست ازش تجربه آنونی باشه تو به اتفاقی بعد دیگر رو بیمیره این خون قسمت هایی کنکرهایی کرده میکنه به یک پایین نامه تبدیل میشه به یک پایین نامه الزام آور باشه برای در این معمولیت های خبرده باشه حتما حرف درستیه. من به عنوان خودم به سهم خودم به عنوان مسئول این خبرگزاری تصدیق از میکنم خدمتتون و عذرخواهی میکنم اگه کم و کاستی داشتیم. تمام تلاشمون برای این بوده این کوتاهی نکنیم و ما چه کنیم که دست روزگار این گونه رقم زد و بدون که جناب کریم عزیز ما در غم شما شریک هستیم، نه در ایام روزها، سالهای سال در غم شما شریک خواهیم بود و ما هم دختری از دست دادیم، همکاری از دست دادیم، دوستی از دست دادیم، خواهری از دست دادیم و نگران هستیم و امید داریم که انشاءالله. نکته دیگر که از کار اجازه دکتر میخوام بگم خدمتتون، یک کمیته تشکیل شده، بنده هم عضوش هستم، دستوری هم آیدشون رو دادن، آن خوددادی، بنده آقای نوروزپور و چند تا دوستان دیگه هستن، وظیفه داریم که مسائل حقوقی را تا آخر دنبال کنیم. تسلیت از منم خانی که بود چونی شما برحال راهی پیدا بشه که این تکرار نشه. من برای این زیرا اونی تسلی ها به این تسلی اینی که مانع تکرار این بشه. مثلا ترویج کنیم ادبیات گفتگو رو، ترویج کنیم ادبیات کنار هم بودن رو، ترویج کنیم مسئولیت پذیری رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله.